از کجا شروع کردین دنیای بازیگری رو؟ واقعیتش خب از سن خیلی کم، من فکر میکنم بعد از اینکه دیپلم گرفتم، خب این همه بچه ها که دغدغه‌شون اینه که حالا بعد از اینکه درسشون مثلا دیپلم بگیرن و دوست دارن که یه حرفه‌ای داشته باشن، خب منم این همه اونا. البته من واقعا توی دبیرستان دوست داشتم برم هنرستان صدا و سیما، ولی خب مادرم خیلی مخالفت کرد چون زیاد به بازیگری علاقه نداشت و همچنین اصلا کلا خانواده بودن که اصلا علاقه نداشتن. ولی بعد از اینکه دیپلم گرفتم، خیلی اتفاقی یک سری از دوستانم که کار تئاتر عروسکی و دانشجویی اینا میکردن، من شروع کردم کار عروسکی کردن و اول با کار تئاتر عروسکی شروع کردم و یواش یواش اینطوری شد که وارد بازیگری شدم دیگه. 18-19 سالگی، آره، اولین کارم هم یه کار تئاتر کودک بود که با خیلی از بچه‌هایی که الان ماشاءالله خیلی موفق شدن، آقای دیرباز، آقای امیر دلاور، خیلی از بچه‌هایی که الان ماشاءالله خیلی موفقن، ما کار تئاتر عروسکی می‌کردیم. بعد یواش یواش تئاتر هملت رو کار کردیم، بعد دیگه یواش یواش من رفتم کلاسای آقای سمندریان و تصویر شروع شد دیگه. چرا شما چرا این کار؟ اصلا چیزی که با من کاملاً 180 درجه فاصله داشت این کار، چون من یه آدم کاملا خجالتی بودم، یعنی این چیزی که الان میبینین اصلا نیستم، من یه آدم خجالتی بودم. تو دوران مدرسه من همیشه توی اتاقم در بسته درسمو میخوندم، یعنی این آدم ها نبودم که ارتباط برقرار کنم با خیلیا، ولی نمیدونم یه دفعه شد دیگه. کجای مسیر خودتونی؟ هنوز اون مسیری که بخوام قرار نگرفتم، با اینکه خیلی زمان دیگه دیر شده، ولی نه، هنوز اونجایی که دلم بخواد قرار نگرفتم. از نظر خودتون تا الان چه کار ارزشمندی کردید؟ تو چه زمینه ای؟ تو زندگی. تو زندگی شخصی فکر میکنم همه کارهایی که کردم ارزشمند بوده. ارزشمند ترینه. ارزشمند ترین کاری که تو زندگی شخصیم کردم، نمیدونم. تو حوزه کاریتون چی؟ این که بعضی از کارهایی که واقعا نباید بازی میکردم با اینکه پول خوبی هم داشت قبول نکردم. شاید شرط خیلی سختی هم گذرونده باشم. شاید خیلی ها فکر کنن مثلا من از اون دست بازیگرایی هستم که واقعا تو رفاه خیلی کامل هستم، خیلی همه چیز برام مهیاست، ولی نه، منم این همه بازیگرا خیلی دغدغه داشتم و دغدغه مالی ها همه بازیگرا تجربه کردن و منم از اون دست آدم بودم که خیلی تجربه کردم، ولی قاعدتا شاید دلی، واقعا دلی برای یه سری از کارا که حتی پولی هم توش نبود رفته باشم، ولی واقعا یه کارایی که پول خوبم داشت ولی واقعا فکر میکردم کار من نیست و قبول نکردم. چی خوندی؟ من صادقانه بگم من دیپلم تجربی دارم، بعد رشته روانشناسی قبول شدم و نرفتم، رفتم سراغ بازیگری و یکی از بزرگترین اشتباهاتم بود. یه نوجوان از کجا باید بفهمه چی بخونه یا دنبال چه کاری؟ خب ببینید، واقعا اینو تو سن فکر میکنم 15-16 سالگی، همونطور که من خودم واقعا کشف کردم که چی رو دوست دارم، من خوشبختانه الان دور زمانه شده که خانواده ها به بچه هاشون یه ذره بیشتر اهمیت میدن، خیلی دستشون رو باز میذارن و اونا از کودکی میدونن چی دوست دارن و دنبال اون حرفه که دوست دارن میرن. ولی مثلا تو دوره من بیشتر خانواده تصمیم میگرفتن، مامانم هم میگفت تو باید دکتر شید، اون باید مهندس شه، اونا تعیین میکردن که چی رو باید آینده برای بچه هاشون اتفاق بیفته. ولی خب خوشبختانه الان نوجوانای ما واقعا خودشون میتونن تصمیم بگیرن و بهترین اتفاق اینه که تو همون دورانی که کوچیک هستن اون علاقه، واقعا نه اینکه مثلا خب تو 5-6 سالگی 7-8 سالگی یکی واقعا دوست داره مثلا معلم شه چون معلمش رو دوست داره، نه، ولی تو سن مثلا 14-15 سالگی دیگه میتونن انتخاب کنن که چی رو دوست دارن و دنبال چه رشته ای برن. الان برای انتخاب یک کاری که حالا بهتون پیشنهاد شده چه معیاری واسه تون مهمه؟ متفاوت بودن نقش.
من ترجیح میدم اگر شده حتی مثلا سالیان سال کار نکنم ولی یه نقش متفاوتی بازی کنم، نخوام تکرار بشم. الان من بعد از دلنوازان که نقش نابینا رو داشتم، اکثر پیشنهادهایی که به من میشد همه یه دختر آروم ساکت مثلا تو سری خور، حالا اونطوری هم نبودم، ولی همیشه حالا یه دورانی که مثلا نقشه کاملا منفی بازی میکردم مدام نقشه منفی به هم پیشنهاد می شد. مثلا من کمکم کنه که کار میکردم که با آقای فرزاد حسنی بازی میکردم، مادر شوهرم کشته بودم و اینا، همه دنبال این بودن که نقش منفی به هم بدن. تو روزگار جوانی که مثلا نقش خیلی دختر شیکو داشتم و اینا، همه فقط دنبال این بودن که نقش شیک به هم بدن. بعد از دلنوازان همه دنبال این بودن که دختر خیلی آروم ساکت اینطوری رو به هم پیشنهاد بدن، که من خب خدا رو شکر موقع احساس کردم بزرگ شدم و این کارو نکردم. گفتم بذارین یه نقش متفاوت باشه که کار کنم. الان چه نقشی دوست دارین بازی کنید؟ اینو واقعا سوال توی برنامه دیگه هم از من سوال کردن. اینو نمیشه آدم کامل توضیح بده. شما فیلمنامه رو باید حتما بخونین. چون الان من دیگه تو اون سنی نیستم که بخوام بگم خب من یه دختر جوونم که مثلا دوست دارم فلان نقشو. الان من باید طبق سنی که الان توش قرار گرفتم یه نقش متفاوت رو بازی کنم. شاید این نقشه یه نقشی باشه که من مثلا 10 سال پیشم بازی کرده باشم، ولی تو رنج سنی الانم که دیگه سنم مثلا یعنی رفته بالا، حالا در حد این که باید باشه، اونطورین اون نقشی که باید باشه انتخاب کنم، وگرنه نمیشه هر نقشی انتخاب کرد. چه چیزی تو زندگی الان واسه تون مهمه؟ چیزی که الان برام مهمه این که آیندم متاسفانه خب الان واقعا برای بازیگرایی که خب حالا شاید من یه ذره بدبینانش رو دارم میبینم، خیلی از بازیگرای ما آینده کاریشون خیلی خطر به خطر افتاده بود و من وقتی که اونا رو دیدم خودم یه ذره ترسیدم. چیزی که الان برای آینده برای من خیلی مهمه اینه که حتما آیندم و الان هنوز زمان دارم تامین کنم، بسازم و خودم رو یعنی اونطوری که چجوری بهتون بگم، یعنی یه طوری باشه که آیندم تامین بشه که مثلا 10 سال دیگه دغدغه نداشته باشم. چقدر شما با این دوربینه ور میریم. اون دورین دومه مونه. آها خواهش میکنم. تمرکزتون برم. نه بابا راحت باشین. من خب درساتون رو تو دوران مدرسه چجوری میخوندین؟ درس خون بودیم. من صادقانه بگم دیگه، چون اینو من گفتم فکر کنم خیلی سال پیشم گفتم و اصلا هم دوست نداشتم که هی این تکرار بشه، ولی متاسفانه تکرار شد. من تا سال دوم دبیر، من سال اول دبیرستان مثلا شاگرد اول مدرسه شدم، سال دوم دبیرستان درسم بد نبود، ولی سال سوم و چهارم دبیرستان متاسفانه خیلی ورزش شد اولویت زندگیم. حالا واقعا هم نمیگم، چون من همیشه میگم من اگر بازیگر نمیشدم مطمئنا توی رشته ورزشی میرفتم و ادامه میدادم، همینطور که مثلا تو خیلی از رشته‌های ورزشی و مثلا تا خیلی از مراحل بالا رفتم. اگر که واقعا اینقدر حواسم به ورزش نبود، چون من واقعا میپیچوندم میرفتم اسکی، همش دوست داشتم که مثلا برم، مثلا مسابقه های شنا بود اینطوری دوست داشتم، مثلا تو مسابقه های والیبال دیگه درس یه ذره متاسفانه کم یعنی گذاشتم، یه ذره کوتاهی کردم و سال چهارم دبیرستان هم اصلا نگم براتون، ولی خب خدا رو شکر باز زد و دانشگاه قبول شدم که برم، ولی نشد دیگه.